درود بر همیهنان ارجمند، خوشحالم در هنگامی دیگر در خدمتون هستم. شاهین نژاد و همراه دوست گرامی شهرام آریان از سری برنامه هایی که تاکنون 10 نشست رو با شما داشتیم، سری 11 همو خواهیم داشت. عنوان برنامه ها این است که چگونه سپاه اسلام در ایران کامیاب شد و موفق شد که ایران ساسانی رو از نظر نظامی در یه دوره تقریبا 20 ساله شکست بده. کوشیدیم که نظرات و ایده هایی که در این باره چه توسط فرنگی ها و چه توسط همیهنان خودمون گفته شده رو بهش بپردازیم، بشکافیم و بگیم که برخی کلن راه رو اشتباه رفتن، برخی به برخی از زوایا رسیدن، ولی شاید یک کند و کاو خیلی کاملی انجام ندادن. کوشیدیم که شرایط رو برای شما تشریح کنیم و پس از جنگ‌های طولانی 26 ساله ایران و روم و در حالی که تقریبا هر دو ابرقدرت بر روی زانوهاشون افتاده بودند، طوفانی که از شبه جزیره عربستان آغاز شد، پس از جنگ‌های رده به هر حال متوجه بیرون از سرزمین عربستان شد برای یک به دست آوردن ثروت از سرزمین‌های ثروتمند ایران و امپراتوری روم شرقی و دوم شاید دور کردن جنگاوران و شمشیرزنان و قبایلی که مرتب کارشون اختلاف داشتن با همدیگه جنگیدن بود از مرکز خلافت اسلامی و همین باعث شد که دست اندازی هایی که در مرزهای ایران و روم انجام می شد به مرور تبدیل به جنگ های بزرگ، به جنگ های کلاسیک بشه که به جنگ پل، جنگ قادسیه، جنگ جلولا و سرانجام جنگ نهاوند به عنوان 4 تا از این جنگ های بزرگ پرداختیم. اگر که اون برنامه ها رو ندیدید به یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی به نام ایرانیان رنسانس یا به فارسی بنویسید نوزایی ایرانی تشریف ببرید و اون 10 برنامه رو به ترتیب ببینید. فکر میکنم مجموعه به درد بخور است. این برنامه 11 همه، جنگ نهاوند به پایان رسیده و میخواییم بپردازیم به ایستادگی ها، پایداری هایی که در استان ها رخ داده. طبیعتا شمه ای از اون رو خواهیم گفت، یک فشرده ای از اون رو خواهیم گفت به خاطر زمان برنامه و شهرام با نقشه و با توضیحاتش بیشتر ما رو در زمینه روشن میکنه. به طور کلی وقتی صحبت از استان ها میشه، مشخصا توی مثل هر جامعه در حدود 1400 سال پیش که از نظر تاریخی به دوران باستانی متأخر تعریف میشه، late antiquity period، دوره ایست که به هر حال بزرگان منطقه خیلی نقش داشتن تو شکل گیری رخدادها. طبیعتا جایی که بزرگی داشته که اراده برای استادگی داشته و مردم رو میتونسته بسیج کنه، طبیعتا پایداری ها خیلی خیلی بزرگ بوده، جاهای ممکن متفاوت بوده. حالا شهرام بیشتر توضیح میده. اون چیزی که من خودم از به اصطلاح تاریخ نگاران مسلمان دیدم و گزارشی که شده بود، مثلا یه استانهایی مثل خوزستان، مثل فارس، مثل گرگان و طبرستان که مازندران کنونی باشه، بخشایی از خراسان، در این جاها بسیار بسیار ری ایستادگی بالا بود، خونریزی ها خیلی بالا بود. در جاهایی یه مقداری این شدت کمتر بود، مثل فرض کنیم مثلا آذربایجان، مثل اصفهان، استانهای مرکزی مثل کرمان و به هر حال دست کم به چند مورد مهمش خواهیم پرداخت. شهرام جان درود بر شما. درود شاهین جان، درود بر بینندگان گرامی. خب من رشته سخن رو دستت میدم که پس از جنگ قادسیه که ببخشید جنگ نهاوند که عرب ها بهش فتح الفتوح گفتن، به اصطلاح بزرگترین پیروزی که مستقیم با یک ارتش کلاسیک روبرو شدن، دیگه با پایداری های منطقه‌ای روبرو هستند. شرایط چگونه است و پس از جنگ نهاوند سپاه اسلام متوجه کجا شد و چه رخ داد؟ خب ما امروز می‌خواستیم یک نمودی بدیم از اینکه جنگ‌های استانی چه جوری بودن. من دو تا استان رو
نمونه وار یه خورده بیشتر بهشون نگاه خواهم کرد. یکی استان خوزستان، یکی استان فارس، به ویژه که نمود پدافندی این دوتا استان موازی بود با رویدادهای بزرگی که تو عراق داشت رخ میداد. یعنی اینکه داستان پدافندشون فقط به پس از نهاوند باز نمیگرده، بلکه به موازی با اون هم بوده و با نگاه به اون موقعی خورده بیشتر خواهیم دریافت که چه خبر، چه شدتی در پدافندهای استانی بوده و بعد روی هم رفته اون تصویر خودمون رو به دست میاریم، تصویری که بینندگان گرامی که نظر من رو در مورد تواریخ کلاسیک اسلامی میدونن که 90-95% رو افسانه و اراجیف من برآورد میکنم و اون هم در حقیقت تو نمود پدافندی استان هم با همون چیزهایی که از داخل خودشون میشه برون هیخت استخراج کرد و موقع اون تناقضای ناسازگاری ها رو آدم میتونه دنبال کنه. من ببینم یک شیر سکرین اینجا میتونم تحویل بدم. کجا بودیم؟ خب بارم که این باشه، یک سفر رو باید در حقیقت بالت سفید هنوز نشون بده. بله. اگر که یک بار فشار بدم میاد حمله بردن مسلمین به استانهای ایران ساسانی اومده. بله بله بله. این مالا من یه خورده این بار دوباره واژه رو یه خورده فارسی کردم. این الان منظورمون اینجا آموزش زبان فارسی نیست، ولی گاهی این کار من میکنم. برتگیدن مسلمین به استانهای ایران ساسانی و درستاندن آنها، یعنی اینکه چجوری تصرفشون کردن، حمله کردن و تصرفشون کردن. ما اینجا آفنزیو یا آفند یا در حقیقت کلان حمله سپاه اسلام به خوزستان رو نگاه میکنیم. از قادسیه، یعنی 636 اگه بذاریمش نوامبر اون سال و نبردهای سپسینش، این خود قادسیه یک جا بعدن به جلولا نفرجامید، بلکه چندین و چند نبرد کوچیک بودن که هیچ جا ثبت نشدن، من جمله نبرد بابل نصفشون هم به سود ایرانیا تموم شده بود. از توی سانسور تبری و بلازری که میگذره تبدیل به اونی میشه که بعدم میخونیم که مسلمان همش در حال پیروزی بودن. یعنی پس از اون قادسیه که خود قادسیه هم پیروزی چندان ساده ای نبود، من توضیح دادم که از بالا تا پایینش در حقیقت برآوردی که شما بهشون میخونید دروغ و خنده داره. مسلمان خودشون تقریبا توی قادسیه تقریبا کاملا قتل عام شده بودن و پس از اونم تو نبردهای بسیار بسیار سخت کوچیک و رده میانه بود تا اینکه جلولا آماده سازی شد. در خود اونجا چندین ده هزار تا مسلمان دوباره به هلاکت رسیده بودن و در این زمان کم کم روشن شده بود که مسلمان ها رو به پیشروی، یعنی اون میزان نیروی کمکی که فوج اینا سربازگیری میکردن از داخل جمعیت عرب خودشون و سوریه، این اون میشست و اون پدافند آسوارا یا شوالی های ساسانی رو باز پس میروند. مثل یه طوفانی بود که داشت همینجوری میومد و پایان نداشت. با یه نبرد و دو نبرد هم نمیتونستی جلوشو بگیری به اون حالت. عرض کردم مگر اینکه مثلا قادسیه خیلی خیلی فاجعه وار تمام میشد براشون و میشکست و مخه کمرشون. ولی وقتی که همون نیمه نیمه که تمام شد، در حقیقت پیروزی هم براشون نبود راستشو بخوای. همون نیمه نیمه بدترین حالت بود، یعنی کارشون رو نساختی و اونا میرفتن غنیمتایی رو که شده پخش میکردن بین قبایل دیگه، نشون میدادن که نگاه کن اینجوری غارت میکنیم و اینجوری میریم جلو. و اونا هم که انگیزه قومشون، قوم عرب کلاسیک، همش رو غارت و تجاوز و اینا بود و این سافت ور یا این نرم افزار اسلام وقتی که میتونستی پیروزی رو بهشون نشون بدی یا دست کم غارت نسبی رو نشون بدی، دیگه یارو از انگیزه میترکید که میخواست 100,000 نفر دیگه هم پشت سرش بیاد. حالا تو هنگامی که اون آسوارای ساسانی همش از خودشون میپرسن که تلفات چجوری باید جایگزین کنن. حالا پس از به ویژه نبرد بابل که تو اونم دست داشت این هرمزدان، فرماندار نظامی خوزستان، در حقیقت مرزبان اصلی اونجا، حالا رده مرزبان هم بالاتر بود، این در حقیقت توی پایگاه واسپوهران بود، یعنی یه جوری دیوک بود. مثلا با رده اشرافی انگلیس بسنجیم، این کانت یا وی کانت نبود، یه دیوک بود در حقیقت. اونا به واسپور بهشون میگفتن ساسانیا به این رده، یعنی از مرزبان هم یه رده بالاتر. و
اینا با اون بازمانده ژنرال های ساسانی پس از بابل که دیدن اونجا هم نمیتونن جلوی این طوفان رو بگیرن که همینجور داره میاد، هنگام که داشتن از هم جدا میشدن تقسیم وظایف میکردن و اون مهترانی که بودند که اونجا احتمالاً بالای همشون همون پیرزان بود یا پیروز خسرو، اون به گردن هرمزان گذاشت که هرمزان بازگرد به خوزستان و به هر بهایی که شده جلوی پیشروی فراتر مسلمونا به داخل خوزستان رو بگیر. اگه جنوب تو صد جلوشون بگیری، ما هم شمال زاگرس جلوشون میگیریم. یعنی امیدوار بودن که همون چیزی که بعداً به جلولا منجر شد، اونجا بتونن یه شکست به مسلمونا وارد کنن یا دست کم جلوی پیشروی فراترشون رو بگیرن تا یه سپاه خیلی خیلی بزرگی رو بعداً اون بر زاگرس سازماندهی کنن، که دقیقاً از یعنی همون لحظه شکست پس از قادسیه فکر نهاوند تو ذهنشون بود. درست. و واسه همین این کار خیلی مهم به گردن هرمزان سپرده شد که جلوی پیشروی فراتر مسلمونا در جنوب رو بگیره. او هم برگشت به خوزستان و همین سازماندهی پدافند جبهه خوزستان رو کاملا از صفر تا صد بگردن گرفت. یعنی با اون آسوارانی که با او از جنوب میومدن بازگشتن اونجا، میونه دژای محلی پخششون کرد، یه نقشه کلی استراتژی کلی رو باهاشون برنهاد و اینا شروع کردن از افراد محلی دوباره سازمان سربازگیری کردن به امیدی که بتونن صفوف خالی شده رو یه خورده پر کنن. خودش در مقام فرماندار اصلی پدافند از هرمزد اردشیر، این نام ساسانی اهواز بود، بله، این کار رو انجام میداد. کار اصلیش این بود که اینیشیتیو یا ابتکار عمل رو بگیره دستش که مسلمان رو دقیقت علیل کنه. و اصل این کار این بود که پی در پی، شب به شب به شب به شب، اینا دقیقت شبیخون میزنه به خطوط تدارکاتی خود مسلمان داخل عراق. این من تو برنامه های پیشم گفتم که بی اندازه اونجا مسلمان به هلاکت رساندن. این دقیقا وظایف دفاعشون رو به بهترین وجه انجام دادن. به بهترین وجه انجام دادن و فرصت رو برای خطوط جلولا اصلا ایجاد کردن که اونا خودشون رو سازماندهی کنن. همزمان که این کار رو میکردن، نیروهایی که خودش از عشایر میگرفت و توی یه دونه فرایند خیلی سریع تدریس میداد، یه سریشون هم روانه میکرد به شمال، چون میدونست که از همه مهمتر اینه که مسلمان ها از تو جلولا نتونن رد بشن، که بعدن از اون تقاطع خیابان های یا راه های شمال عراق بعدن وارد زاگرس نشن اون بر. نه فقط نگرانی خودشو داشتش که چجوری جلوی اومدنشون رو به خوزستان بگیره، بلکه پیوسته نیرو هم تربیت میکرد یا تا اونجا که دستش بود میفرستاد به جلولا. گمان میره که حتی شاید خودش هم ساب کماندراش یکی دوتاشون در همین نبرد جلولا انباز بوده باشن، چون نبرد خیلی نبرد مهمی بود، براشون هم روشن بود که نبرد خیلی مهمیه. پس از اینکه سپاه اسلام تونست در جلولا پیروز بشه و اون یگان پدافندی خیلی فشرده در شمال عراق متلاشی شد، او دوباره بازگشت به اینکه خط پدافندی خوزستان رو نگه داره. البته این بار از یه وضعیت سخت‌تر، چون در حقیقت بخشی از همون فرماندهان و اون افسران با تجربه و اینا که تو جلوله باشون کامونیکیت میکرد، اونا دیگه کشته شده بودن. هر بار که در حقیقت این باز میگشت با دست خالی‌تر باز میگشت، این بار در نامه‌نگاری بود با یزدگرد که چه کمکی میتونی برای من برسونی؟ یزدگردم پاسخش بهش این بود که نگهدار، ما هنوز در پی همون آماده سازی اون سپاه بسیار بزرگتر هستیم، یعنی مال نهاوند. تو به هر بهایی شده خودت نگه دار. گاهی اوقات نیروهای مختصری یزگرد میتونست از این بر و اون بر از بقیه استانها بگیره و براش بفرسته، ولی تا اندازه قابل توجهی خود یزگرد هم اتوریتیشو در روی استانها از دست داده بود. یعنی اون اندازه که باید نمیتونست نیرو جمع کنه و همون چیزی که جمع کرد برای آماده سازی نهاوند بدن نیازمند بود. تو سال مستقیم پس از جلولا سخت‌ترین سال رو هرمزان گذروند. شروع کرد از عشایر منطقه‌ای نیروی جایگزین سربازگیری کردن و شبیخوناشو به درون عراق دنبال کردن. مسلمان‌ها پس از اینکه از جلولا اومدن بیرون، خب نیک من عرض کردم اونا
هفته‌ای و ماهی هزاران هزار آدم نوعی بهشون میپیوست. یعنی انقدر نیروی اضافی رو دستشون بود که اصلا نمی‌دونستن کجا بفرستن. یه لشکر بزرگ آخر سر فرستادن که بره هرمزان خفه کنه. از سوی عمر لشکری به فرماندهی هرقوس بن زهیر سعدی فرستاد به خوزستان. هرقوس یکی از صحابه خود پیامبر بود، از دوستان اولش بود، یه آدم فوق‌العاده چاوکش و خطرناک مثل بیشتر صحابه. پیامبر یه استعدادی داشت، هرچی آدم لات و چاوکش و آدمکش بود تو مدینه دور خودش جمع کرده بود و اینا رو به مرتبه فرماندهی رسونده بود. یکی از اینام هرقوس بود که یه بار نزدیک بود سر غنیمت بزنه خود پیغمبر رو بکشه. اینا با هم دیگه سر غنیمت همش دعوا داشتن، حالا خدا میدونه سر مال بوده، سر یه دختر اسیر بوده، از این حرفا. حالا این هرقوس اومد به خوزستان، با خودش نیروی خیلی بزرگی آورد و موفق شد که در هرمزد اردشیر اون نیروهای محدود هرمزدان رو شکست بده، دست کم واپس برونه. هرمزدان از اونجا بازپس نشست به رام هرمزد، هنوز به این نام مونده دیگه در جنوب غربی، دست کم این یکی نام مونده. بخش بزرگ این نامای ساسانی بعدن شسته شدن رفتن، مثلا هرمزد اردشیر شد اهواز و ده ها نام دیگه از این حالت، ولی رام هرمزد به دلیل نامش رو نگه داشته. این بازپس نشست به رام هرمزد، از اونجا دوباره شروع کرد یارگیری کرد، یعنی ول نمی کرد چون هنوز آماده سازی نهاوند در دست انجام بود. درسته. و هر هفته نامه های ایزدگرد براش می اومد که ول نکنی، یعنی اینکه اونجا رو محکم داشته باش تا موقعی که اونجا آدمخوارا رو جلوشون رو گرفتی و بهشون تلفات وارد میکنی و مشغول تو هستن، ما اینجا آماده سازمون در شمال میکنیم. به عبارت دیگر شهرام هرمزدان نه تنها در خوزستان برای نگهداشت شهرها ایستادگی میکرد، بلکه هدف دیگرش این بود که مرتب با ایجاد درگیری با اینها زمان بخره برای یزگرد و ایرانیای شرق زاگرس که بتوانند اون نیروی بزرگ رو جمع‌آوری کنند. من یه بار برآوردی که میکردم از تمام شبیخونهایی که تو اون چهار سال انجام داده، تو میتونی برآورد کنی که شاید به اندازه‌ای که مسلمان‌ها تو قادسی آدم کشته دادن 30,000 نفر، این تو اون چهار سال مسلمان کشته بود. درست. یعنی خیلی 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 فرسایش شدیدی براشون ایجاد کرده بود. خیلی درست. فرسایش شدید ایجاد کرده بود. اونم با نیروهای اندکی که دستش بودن، فرمانده بی اندازه قابلی بوده. بعد که به رام هرمزد بازپس نشست، مسلمان ها کم کم دیگه وارد بدنه خوزستان شدند و از پشت هم دوباره اون هر هفته اون چندین هزار نیرو از عمر براشون میرسید که هی کشته بیدن جلو. میگم مثل طوفان ملخ بود، من چند بار تصویر کردم اون بالای جلو ده هزار تا کشته میداد، باش فرق نمی کرد از پشت میومد جاش. درست. همینجوری مثل موجی که میزنه میره جلو، همینجوری میشست میرفت جلو با موج انسانی، با تلفات بی اندازه بالای خودشون، براش فرقی نمیکرد اصلا. و همینجوری خوزستان رو داشت میشست میرفت جلو. پس از اینکه هرمزدان رو در رام هرمزد هم با نیروهای چندین برابر بزرگتر سرش ریختن و مجبور شدن که اونجا بیرون بشه، هرمزدان بازپس نشست به شوشتر. شوشتر دژ پدافندی مهمتری داشت و اونجا مسلمونا دشواری شهید افتادن تو محاصره، مدت درازی هم طول کشید و تازه 641-42 تونستن بشکنن بیان تو. زمان دراز باشه، یک سال دو سال محاصره یا فرابندی میشه برآوردش کرد. در اونجا دستگیرش کردن، هرمزدان رو در اونجا دستگیرش کردن و این رفت به این فرستادنش به ما مدینه، به اون داستانهای معروفی که تواریخ اسلامی اینجا به آب و تاب آوردن، چون از این داستانه سادیستی خوششون میاد، که نمیدونم هرمزدان رو فرستادن به مدینه و نزدیک مدینه که شد درخواست کرد که آقا این امپراتورتون مگه تو همین شهر نیست که میگید ما داریم میریم برای نشون بدید؟ چرا؟ خب لطف کنید این پوشاک من رو، پوشاک استانداری رو، استاندار رو در زمان ساسانی ها هم عرض شاه میپنداشتن. درسته. یعنی اینکه یه تاج داشت و یه شنل ویژه‌ای داشت، این همه زربفت و اینا بود با نقشای سیمرغ و نمیدونم فیل جنگی و نمیدونم اژدها و هر کدوم نسبت به این درفشای جنگی هم که اون خاندانهای اشرافی منطقه‌ای داشتن. یعنی یک هیبتی بود پوشاک یک استاندار که همون برابر شاه پنداشته میشد. این در حقیقت یه جور خوزان
خوزانشاه شمرده میشد در حقیقت. مثل مثلا کرمانشاهی یا مثلا گیلانشاه، این نامایی که اون زمان بوده، یا سکانشاه مال سیستان، این هم یه جور خوزانشاه بوده در حقیقت. و آقا این پوشاک منو بدید من ترم کنم، من دارم میرم بشه امپراتور شما، زشت آخه، یعنی شما همینجا در بیام تو. اونا هم خندهشون گرفت، اون لاتولوتا اون سادیستایی که در حقیقت سپاه اسلام بودن، این پوشاک آوردن گفتن بفهما، ایشون هم تنش کرد و داستان معروفه دیگه. وارد مدینه شد، این دید اینجا یک خراب آبادیه، اصلا هیچی وجود نداره، نه ساختمون درست آبی هست، یه مش آدم یکی داره شکمشو میخاره، یکی داره اون یکی رو با شلاق میزنه، یکی اون ور داره دارن دلار راست میشن، میگن دارن نیایش میکنن، اصلا یه وضعیت عجب غریبی. اینو بردن به یه ساختمان مخروبه‌ای، گفتن اینجا مرکز امپراتور ما اینجاست، دارالخلافه. ندی اینم انتظار یه جور ایوان کسرا داشت اونجا، چون میگفت اینا که سپاهیاشون انقدر زیاد بودن و با این موجای انسانی و این صفوف پایان ناپذیر ما را آخر شکستن، باید یه امپراتور قابل توجهی و یه سیستم دیوان سرایی قابل توجهی داشته بوده باشه اینجا. اونجا بود که در حقیقت تو این موارده که خیلی جالب میشه رصد کرد که تیم سرای ساسانی اصلا نمیفهمیدن چه بلایی داره سرشون میاد، از کجا دارن میخورن، این سیستم سازماندهی اینا رو درک نمی کردن. درست. وقتی که وارد اون مخروبه میشه، اون مخروبه در حقیقت مسجدشون بود، دید که یه گوشه یه کس یه گدای کس کرده، یه سه چهار تا شلاق هم لوله کرده سرش خابیده، گفتن که این امپراتورمون اینه. عمر بود دیگه. درست. و اونه بگه همچه هاجو باج بوده بود، گفت این سگی بی پدر و مادر، این امپراتور شماست. گفتش که آره ما بهتر از این دیگه نداریم، همینه فعلا، با همین فعلا سر میکنیم. ما حالا مطمئنم که تو همون سیستم مسلمان هم یه سری افرادی بوده که یه حالات نیمه موقر داشتن، مثلا مثل سعد ابن ابی وقاص و اینا، اونا هم بیگمان وقتی میدن خجالت میکشتن که گفتن امپراتور ماست. اون دیگه بالا بهش گفتن که همینه. حالا در مورد این داستان هم که یه جور در حقیقت تراژیک کمدیه، آدم ها اینجا میگیم میخندیم، به در حقیقت یه داستان تراژیکی که اون اصلا اون قوم اشرافی به دست این لاتولوتا آدم کشایی افتاده بود. ولی این وسط حالا چه داستان هایی میشه فراتر استخراج کرد، یه نمونش رفتاری که مسلمون ها با اسیرا داشتن، برخلاف اون چیزی که خودشون دائما میخوان بگن اونا، وحشتناک بوده، این داعشای امروز بوده. درست. یعنی شما میتونید تصور کنی که این هرمزان رو تا بیان برسونن به مدینه، وسط راه حالا به اون استاندار اشرافی چقدر زدنش و تحقیرش کردن. این مسائل رو مسلمان همیشه سانسور میکنن، چون داستان تخیلی خودشونو میخوان بگن. درسته. ولی تو این لحظاتی که عمر رفته دیده، گندش رو دوباره در اومده، خودشونو به خوشون لو میدن. آها. که عمر میگفته که خب مسلمان میشی، اونم گفته نه. گفته خب پس چون مسلمون نمیشی و اینقدرم جنگجوی قوی بودی، پس ما با تو رو به قتل برسونیم. اینم مثلا درکش از جوانمردی بوده. بله. و اونجا بوده که هرمزان اون فکر به سرش میزنه که میگه آکی باشه، هیچ حرفی ندارم، منو به قتل برسونید، فقط اگه میشی آب بدید من بنوشم، این دیوونه ها من از تو بیابون برشون بودن تشنم. و عمر میگه اوکی یه آبی بدیمش اینا. و وقتی داشت آبو می‌خواست بنوشه، به چپ و راستش هم نگاه می‌کرد، چون می‌دید که دو سه نفر اونجا آمادن که از پشت با چاقو بزنن بکشنش وقت آب نوشید. اون داستان معروف پیش میاد که به عمر میگه که آقا این آب رو من دست کم میتونم این آدم بخورم تا قبل از اینکه این سگا در حقیقت منو با چاقو بزنن. اونم میگه که نه خیالت راحت باشه، تا موقعی که آب رو دست کم ننوشی کسی تو رو با چاقو نمیزنه. اینم اون مشکو میندازه زمین که میگه خب آب اصلا دیگه نمی‌نوشم. که عمر اون موقع به چیز میفته، به رودروایسی میفته و مجبور میشه فعلا به قتل نرسوندش. هرمزان از به مجرد اینکه به این اسارت دائمی تو مدینه در میاد، به مجرد، یعنی من مطمئنم از وسط راه که داشتن میووردنش همش تو فکر این بود که من چیکار کنم، منو که الان میبرن پیش این امپراتور آدمکش روانی اینا، من چجوری یه آسیب به اینا بزنم که اون همکارامون که هنوز دارن می جنگن نهایت کمک بهشون برسه. درسته. این داستان هرمزان رو تا به امروز هیچ کسی درست تعریف نکرده. تاریخ نویسای ایران که اصلا به حمدالله اصلا با این چیزا اصلا کاری ندارن. مثلا خیلی نام هرمزان رو نشیدن شرم جان، و طبیعتا نقش هرمزان رو در تشویق و دادن سلاح سرد به
پیروز نهاوندی در مدینه برای کشتن عمر هم خیلی ها نشنیدن، که اونم من خواهش میکنم که در ادامه بگو، پیش از اینکه به قتل عمر و نقش هرمزدان و پیروز نهاوندی برسیم، چون صحبت از خوزستان شد بذار شرم من یه چند تیکر و دو سه پاراگراف از روی تاریخ کامل ابن عسیر و همچنین تاریخ طبری و تذکره شوشتر از سید عبدالله شوشتری بخونم. خب همچنان که شهرام توضیح داد، در رام هرمز ایرانی ها پس میشینن، شوش بسیار استادگی میکنه و قتل عام سنگین اونجا صورت میگیره، شهر شاپور خیلی خیلی کشته میده، شاپور آذربایجان نه شاپور خوزستان، و نهایتا نبرد به شوشتر میرسه. بذارید من اینو از رو بخونم. نبرد پایانی در سال 642، یعنی حدود 5 سال پس از قادسیه، 6 سال پس از قادسیه است، که در شوشتر رخ میده. شوشتر ماها توی محاصره میفته یا شهربند اعراب به اصطلاح، و دو طرف خیلی کشته میشن. ابو موسی اشعری برای عمر خلیفه وقت می‌نویسه که کمک بفرست. خیلی کشته هم زیاد شدن و باز نیرو میخواد، که عمر از عمار ابن یاسر میخواد که بخشی از سپاهی که در اختیارش رو بفرسته به شوشتر، که جریر ابن عبدالله بجلی میره به کمک ابو موسی اشعری. همچنان که شهرام گفت، همینجوری کشته‌های اینا با آدم‌ها جایگزین می‌شدن، در که شوشتر که یه شهریست با منابع محدود طبیعتاً داره مرتب نیروش کم میشه. در حال نبرد سنگین ادامه پیدا میکنه. بلازری میگوید که مردم شوشتر خارهای سپهلوی آهنین بسیار ساختن و در صحرا پاشیدند. چون لشکر مسلمانان به نزدیکی آن شهر رسید، خارها به دست و پای ایشان بنشست، شگفت زده گردیدند و مدتی آنجا ایستادند. مردم شوشتر به فرماندهی هرمزدان سرسختانه و دلاورانه جنگیدند، کشته‌های بسیار دادند. حالا طبری اضافه میکنه که ایرانیان از حصار خیش، یعنی از برج و باروی شهر، 80 بار حمله کردند، که در این نبردها که حدود یک سال نیم طول میکشه، گاهی به سود ایرانیان یا پارسیان به قول طبری و گاه به سود مسلمانان بود. 80 بار این برخوردها طول میشه. به طور میانگین تقریبا شاید هر 5 روز نبردی بوده که ده ها یا شاید صد ها کشته داشته. بعد اتفاقی که میفته، یکی از همونایی که جز مزدوران بودن در سپاه ساسانی و سپاهی ارتش ساسانی نبودن، دیلمیان که بهشون اشاره شد فکر کنم تو برنامه هفتم یا هشتم، کسی که به سیاه دیلمی معروف بوده و اینا شرف العطا بهشون میگفتن، چون اینا با مسلمان ها همراهی میکنن، 2000 تا دیلمی بودن، به شرطی که 3 برابر مسلمان ها از غنایم نصیبشون بشه که سپاه اسلام میپذیره. این آقای سیاه دیلمی برای اینکه وارد شوشتر بشن، راه گذر از رودخانه رو به دست میاره، چون میدونید شوشتر رودخانه وارد میشده و خارج میشده. اینها یه جایی که ژرفای آب کم بوده، گودی آب کم بوده، یه عده وارد میشن و موفق میشن خودشون رو دروازه برسونن و درا رو باز کنن. سرانجام مسلمانان جنگ رو به درون شهر کشاندن و دروازه ها رو برای لشکریان مسلمان گشودن. حالا ببینید، فقط تصویر کنید، وقتی شهرام میگه فضای داعشیه، هیچ مبالغه‌ای تو این کار نیست، این گزارش مورخ مسلمانه، یعنی گزارش سانسور شده است. تازه سانسور شده، خود تاریخ نگار مسلمان میگوید که ایرانیان مسلمانان را در شهر دیدند، برای آنکه زنان و فرزندانشون به دست مسلمانان نیفتند، آنان را در چاه انداختند. ببینید فضای ترس و وحشتی که از شکنجه ها و آزار و تجاوزاتی که توسط سپاه اسلام به ایرانیان در شهرهای دیگه انجام شده بوده، تصویر رو به ایرانیان میده که برخی بچه‌هاشون تو چاه میندازن که دست سپاه یا ارتش اسلام نیفته. شوشتر به دست اعراب افتاد، البته ولی چندی نگذشت که سر به شورش برداشتن و مسلمانان دوباره به شورش یورش بردن، به شوشتر یورش بردن. حالا اینجا جالبه که میگوید که از غارت شوشتر به هر سوار عرب 3000 و به هر پیاده عرب 1000 درهم غنیمت رسید. شما تصور بکنید میزان غارت و میزان ثروتی که تو این شهرها بوده چگونه است. 3000 درهم یعنی 3000 سکه نقره بر سوار عرب رسیده، و بعد
همچنان که شهرام اشاره کرد، هرمزان به مدینه برده میشه و آنچه که در مدینه میبینه شگفت زدهش میکنه، ترفندی میزنه، کشته نمیشه، در مدینه میمونه و شهرام لطفا مسئله ترور عمر و آنچه که گذشت میانه این دو ایرانی و قتل خلیفه مسلمانان رو برای ما و دوستان بگیم. ببین هرمزان با نگاه تیمسار یا یه تیمسار رده بالای ساسانی که دستگیر شده، تمام مدت تو فکر اینه که مرکز فرماندهی آدمخورا رو که اون زمان عمر بوده از کار بندازه و اگر بتونه آسیب بزرگتری هم بزنه. اینو من نامش گذاشتم دنبالش یا ادامه پدافند حتی پس از دستگیری. از روزی که اسیر میشه در مدینه دنبال فکر کشتن عمر بوده. البته اون اول که اومده اصلا مال اونجا نیست، این آدم خورا رو تازه میبینه دینامیکشون چجوریه. یکی دو سال که میگذره بیگمان تو یکی دو سال اول هم همیشه قل و زنجیر دستش بود، یعنی بهش اعتماد نداشتن. بعدن تازه کم کم آزادی عمل پیدا کرده، با حالت ادای رایزنی رو در میآورد. یعنی کوشش میکرد با عمر یا دیگران رایزنی کنه که آره مثلا اگه مالیات میخواهید بگیرید تو مناطق بهتره اینجوری بگیرید اونجوری بگیرید. حالا شاید اینجوری هم می‌خواست کمک کنه بیچاره به اون کشاورزای شکست خورده که دست این داعشی‌ها افتاده بودن، ولی کوشش می‌کرده که اعتماد اونا رو به دست بیاره. به هر حال رصد هم می‌کرده که تو اون همه اسیر ایرانی که به اونجا آورده میشه کی به درد همچین کاری می‌خوره که پیروز نهاونده رو یه جا پیدا کرده. برای فراتر کرده بود هرمزان اونجوری که از داخل متون میشه استخراج کرد با علی ابن ابی طالب روابط ژرف ایجاد کرده بوده. یعنی متوجه شده بوده این رقابت سر خلافت رو و علی رو به عنوان یه مهره دیده بوده که اینو میتونه بندازه به جون اون یکی آدم خورا و تعدیلش به خودش میگفته که اگه من موفق بشم عمر رو بکشم، اون عمر اون ستون اصلی سازماندهی همه کاراشون بود. درست. اگر من موفق بشم که عمر رو و بهت میگم اگه عمر رو به قتل نرسونده بود اصلا چه بسا که مسلمونا بعدن موفق میشدن حتی در فتح روم. درست. یعنی اونو که کشت بخش بزرگی از ضرب حمله مسلمان رو تو همه جبهه‌ها گرفت. درست. و این طرحی که دراز مدت تو ذهنش داشت که علی ابن ابی طالب به جون بقیهشون بندازم چه طرح نبوغواری بود. بعدن در حقیقت اون جنگای داخلی که میونه خود آدم خورا پدید اومد کاملا از بین رفتن عمر و بعد جنگای داخلیشون باعث شد که اونا دیگه نتونستن بیزانس رو تصرف کنن و به استانهای فراتر ایران مثل تو سغدستان و اینا هم نفس داد که بیشتر خودشون سازماندهی کنن. حالا آخر سر بهشون کمکی نکرد چون این سیستم همین موج انسانی و این طوفان ها ادامه داشتن که اونام از بین رفتن. درست. ولی نهایت کاریشو که میتونست هرمزان انجام بده انجام داده بود در حقیقت. آمله. عمر از بین برد و علی رو انداخت به جون اون یکی ها. این مسئله علی رو چجوری به جون اون انداخت اینه از اونجا میشه استخراج کرد. بعد از اینکه اون پسر اون چاوکش عمر یه پسری داشت که به مجرد این که اون نمرده اون عربد زنان رو داد و بیداد رفته بود زن و بچه چیز رو کشته بود، پیروز نهاوندی رو قتل سنده بود چون پیروز خودکشی کرده بود پس از اون عملیت انتحاری. بعد وقتی اون جوان مردی در حقیقت مسلمان است وقتی دستش به اون نرسته بود رفته بود زن و بچهش رو کشته بود، بعدم بدو بدو اومده بود که این هرمزان رو بکشه. و بعد از مرگ هرمزان علی بی اندازه سر این مسئله دعواش گرفت با عثمان که چرا قصاص نکردی این پسر عقب مانده اون عمر رو. درست. در حقیقت نشون میده که هرمزان از اون مدتی که اونجا بوده استفاده کرده بوده که مغز علی رو بخوره. یعنی رخنه کرده بوده تو سیستمش و احتمالاً مغز این یکی عربا خورده بوده که علیه اون یکی عربا که منجر به همون جنگ داخلی بشه که آخر سرم شد. کاملا. شهرام جان این چون نام پیروز نهاوندی اومد خوبه برای همیهنانی که کمتر با این جستار آشنایی دارن بیا یادآوری بکنیم. پیروز که جز اسیران جنگی خودش به مدینه برده شد معمولا فرد غیر مسلمان رو اجازه نمیدادن در مدینه بمونه غیر از اونایی که خب بردو اسیر بودن. ایشون آدم خیلی فنی بود، ظاهرا مهندس قابلی بوده و عمر میگه شنیدم این آدم خیلی فنیه چون این برده مغیرت ابن شعبه بوده و میگه اگر خیلی آدم فنی و مهندس شایسته ایست بگیم برای ما یه آسیاب بسازه. اونجا ظاهرن پیروز نهاونده میگه آسیابی برات میسازم که آوازش در شرق و غرب عالم بپیچه، در حقیقت با متلک تهدیدش میکنه و
هنگامی که بچه های ایرانی و زنان ایرانی اسیر شده رو می آوردن، حالا حساب کنین از خوزستان یا فارس یا هر منطقه ایران، این چند هزار کیلومتر اینا رو بردن به مدینه، حالا گرسنه و تشنه و زخمی و آزرده. این پیروز آنچنان که مورخین مسلمان می نویسن ایستاده بوده گریه می کرده و دست به سر و صورت این بچه های ایرانی می کشیده و می گوید که عمر جگرم بخورد جگرش بسوزانم. این لفظی بوده که به پهلوی میگفته. من دارم تاریخ طبری برگردان از ابوالقاسم پاینده جلد 5 صفحه 1958 رو خدمتتون میگم. یعنی مطلب نقل قول از طبری است که خودش تا مغز استخوان مسلمانه. و بعد طبیعتاً همچنان که شهرام اشاره کرد، با توجه به شناختی که هرمزان از مردمی که وارد شهر شده بودن داشته، ارتباط برقرار میکنه با پیروز نهاوندی و یه خنجر حبشی رو در اختیار اون قرار میده. وقتی میفهمه که پیروز میخواد عمل ترور رو انجام بده، یعنی امیرالمومنین عمر رو بکشه، خنجر حبشی خنجری بوده که وسط دسته بوده و چپ و راست تیغه بوده و شما میتونستی از هر جهت ضربه بزنی و بیشترین آسیب رو با کمترین حرکات وارد کنی. خب پیروز نهاوندی میره به مسجد و عمر رو میزنه و 6 نفر دیگر رو هم میزنه، 6 نفر دیگه هم زخمی میکنن، یعنی 12 نفر کشته و زخمی میشن از جمله خود خلیفه. و بعد خب دو روایت هست، یکی میگه گرفتنش و کشتنش، یکی میگه بخی ریختن سرش، ضربه آخر رو تو گلو خودش فرو کرد و خودش رو کشت. ولی نکته دیگر این است که اونجا پسر ابوبکر یعنی خلیفه پیش از عمر میاد شهادت میده، میگه شب گذشته من داشتم میگذاشتم از گذره تو تاریکی، دیدم این دوتا ایرانی دارن با هم سخن میگن، خوب ندیدمش تو روشنایی، صدای عجمی شنیدم، سخن عجم، سخن ایرانی ها، و بعد صدای خوردن فلز به سطح زمین رو شنیدم، نگاه کردم برق این دشنه چشم من رو گرفت و همین خنجر حبشی، خب چون چیز خیلی به اصطلاح جالبی بود از نظر جنگ افسار، و اون میگه که من دیدم که این هرمزان بود که شب گذشته این سلاح رو در اختیار پیروز نهاوندی قرار داد. و برای همین پسر عمر میره سراغ هرمزان و حالا خانوادش که اینا بعدا آسیب میبینن هیچی، ولی هرمزان رو به بهانه این که میخوام اسبی رو ببینم و تو بهترین اسبا رو میشناسی، بیا بریم اسب رو ببین، اون رو از به اصطلاح شهر که دور میکنه از پشت سر با شمشیر میزنه و اون رو میکشه. و بعدن علی وقتی مدعی میشه به خاطر حتی اختلافاتی که با عمر داشته که باید پسر عمر قصاص بشه، زیر بار نمیره و عثمان به پسر عمر میگه وارد مدینه نشو، چون اگه بیایی من گرفتارم اینجا، باید تو رو قصاص کنم. و برها هر دو اینا، هم هرمزان و هم پیروز نهاوندی، بلا شک و بیگمان شهرام جان فکر کنم همراهی با من که جز قهرمانانی هستن که واقعا حیفه در کشور ما نام شهری یا نام میدان بزرگی به نام اینها نیست. اینا دیگه گمنام هم نیستن، چون دست کم خود دشمنان اینا یعنی مورخان مسلمان نتوانستن در مورد اینها دست کم گوشه از حقیقت رو نگن و برای همینه که ما میدونیم اینها چه کردن. ولی از دیدگاه نگاه انجام وظیفه که حالا ما تو آلمان اونو بیشتر از همه برامون مهمه، دیگه حد اکثر انجام دادن. درست. یعنی یارو حتی در مرحله اسارت هم فکرش همینجوری مثل کامپیوتر فقط کار میکرده که نهایت آسیبی که من میتونم به آدم خورا بزنم کدومه. درست. و چیزی هم که اون وسط براشون اهمیت نداشته اون مسئله جان یا خطر شخصی و اینا بود. یعنی اون بونه تیمسار در بند هم مکسیموم رو انجام داده، به ویژه بدن اون مسمومیتی که برای مغز علی ایجاد کرده و علی رو به جون اون یکی ها انداخته، این کینه عجب و غریب گشایش ناپذیر رو از روی نمونه های مثل اون، چون علی بدن خیلی دنبال قصاصی گرفته بود، غیر عادی بود، یعنی غیر عادی دنبالش رو گرفته بود. حالا اون خود ایرانی ها که شیعه هستن و خودشونو به این خلوچل بازی ها بزنن، اونا گمان میگن که آره این بودی که علی دیگه بس که براش مسئله عدالت و اینا مهم بوده، میگفته نه علی باید قصاص کنه. نه 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 نه، علی سر جای دیگه هم کوتاه میومد، اون جایی که به نفع خودش بود یا به نفع کلا این گسترش آدم خورا بود یا از این حرفا. اینجا سر خون هرمزان کوتاه نمی اومد. حالا یه واسه بود که یه لگدی میخواست به عمر بزنه که حالا اون طایفه عمر و یه مطلب دیگه هم نشون میده که این مرد براش اهمیت داشته هرمزان. درست.
یعنی این به عنوان اشرافی ایرانی، اشرافی رده بالا یا اشرافی باسواد بود، این کنار این آدم خورا و نمیدونم آدم کشا و متجاوزین جنسی در حقیقت قرار گرفته بود، اینا خودشون بعد از یه مدت میدونستن که این شاهشونه. در حقیقت از فکری این همه رو رایزنی میکرد، نه فقط در مورد از امور مالیاتی که چوب سازماندهی کنن استانه گرفته رو. من میتونم تصور کنم که عمر، علی، اینا هر روز دم در خونه این بودن که با این رایزنی کنن. و این مغز علی رو این وسط خورده بود و نطفه تمام اون جنگای داخلیشون رو آماده سازی کرده بود. یعنی اینکه ببینید اصلا این مطلبی که خود ایرونیا تو اون تعدادشون که اوایل به شیعه پیوستن، این حس اینتویتیو بود که حالا که ما به دلایلی خودمونن پس این آدم خورا برنیومدیم، تعدادشون عجب و غریب بود، متوحش بودن، صفوفشون رو جایگزین هر دلیل داشت، آخر سر از ما رو شکستن، رد شدن، شروع کردن همه رو کشتن، تجاوز کردن، از این حرفا. حالا که ما نتونستیم جلوی اینا رو تو میدان جنگ عادی بگیریم، یک درگیری بزرگی میون آدم خورا رو ما لازم داریم که از خلایی که اون وسط وجود میاد و درگیری که به وجود میاد سهمی واسه خودمون ببریم. درست. اینو اینتویتیو این طرحو جلو میبردن و از این فکر بود که اولین ایرانیا به پروژه شیعه پیوستن. همون اوایل کار حالا مثلا تا تو تا رویدادهایی که بعد مثلا زمان مختار و اینا پدید اومد، الان به کار ما فعلا کاری نداره. من تو این صفحامون برم جلوتر، این مسئله با درگیری‌های داخل اونا رو گفتیم. حالا یه سری کوتاهی هم می‌زنیم به آفند یا آفنزیو سپاه اسلام به پارس. این خودش یکی از جالب‌ترین نمونه هاست، چون از داخل اون غربال عجب و غریب سانسوری که مسلمان‌ها کردن که ثابت کنن که وای این سپاه اسلام چقدر ساده میرفت جلو همجوری فتح میکرد، یه بارم از خودشون نپرسیدن که اگه انقدر ساده همجوری فتح میکرد بچه‌ها 50 تا نبرد نامش اومده. بالا بگذیم از این مسئله اینا، چون ببینید که با رومیا فقط دو تا بود، اجنادین و یرموک. درست. همدلا تموم شد بعدش. تو این بر نام 50-60 تا نبرد اومده و در مورد خونین. بله. هیچ وقت هم در مورد نصفشون هم درست درمون از نتیجه صحبت گفته نشده، چون مسلمانان باخته بودن. درست. در مورد این حمله به پارس انقدر گند داستان در اومده بوده که مجبور شدن بنویسن. آفند نخستینی که از سوی بحرین کردن، اون یارو روانی دیگری بود به نام العهد حضرمی، اونم دوباره از صحابه پیغمبر بود که فرستاده بود مثلا توی بحرین جست و خیزی بکنه. اونا که اونجا که جا افتاده بودن با نیروهای کمکی که براشون از عمر اومده بود، اونا با یه سپاهی وارد پارس شدن، یعنی اینکه با کشی نشستن. درست. همزمانم شبیه یعنی هم حمله کردن که از خودشون یه چند جبهه برای ایرانیا ایجاد کنن. از یه طرف نبرد جلولات از تمام شده، از یه طرف اون یکی به خوزستان حمله کردن. اینا گفتن ما هم از جنوب بزنیم به پارس و بیگمان اینا رو مثلا دست به سر میکنیم. حتی نام اون سه تا آدم خور دیگه ای هم که سپاه مینوشون پخش کرده بوده مونده بوده، جرد ابن معلی، سوار ابن حمام، خلید ابن منذر. اینا سال 638 وارد ایالت پارس شدن. دو سپاه نخستین به حمدالله وارد نشده تا نفر آخر کشته شدن. یعنی فرماندار نظامی منطقه با نیروهای استانی فقط، ولی نیروهای استانی هنوز دست نخورده. چون میدونی که سیستم مسلمان ها این بود، موج پشت موج، مشت پشت مشت، هی میومدن کشته میدونن تا نیروهای طرف تموم بشه. هیچ طرحی، هیچ برنامه‌ای هم هیچ وقت و هیچ کدوم از این حمله‌ها نبود. اینو من به تو بگم، برای اینکه همینان شهرام اونجا در جریان قرار بگیرن، همچنان که میبینید تاریخ شهرام اونجا زده 638، این حدودا یه سال دو سال پس از قادسیه است، تقریبا همزمان با جنگ جلولاست و پیش از جنگ نهاونده، که از بحرین، همین کشور بحرین کنونی، اینها با کشتی میان و در منطقه، چون اون موقع استان بوشهری نبوده، یعنی بوشهر کنونی و استان فارس رو کلا میگفتن منطقه پارس یا فارس، اینها در توج پیاده میشن که به اصطلاح فکر میکنن نزدیک بندر گناوه کنونی است در استان بوشهر، و دو موج اولشون به شدت آسیب ببینن، کشته میشن و شکست میخورن از ایرانی ها، ولی به هر حال ستون سومشون شهرام است که موفق میشه رو به شمال حرکت کنه. نه فقط با نیروهای کمکی خیلی زیادی که بهش میرسه از عمر، فقط موفق میشه یه تعدادی زنده بس پس برگردونه. درست.
بعدن میرن تو آفنزیو دوم. تو آفنزیو دوم که تقریبا دیگه از پس خوزستان بر اومدن، این بار دیگه با چند ده هزار نفر با همون سیستم کلاسیک دوباره میان میریزن داخل و با اینکه این بار با یه سپاه خیلی 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 عظیمی اومده بودن، بازم نبرد اولو کاملا باختن. درسته. مرزبان اون منطقه که شهرک نامش بود متلاشیشون کرد. درسته. این بار همون الحضرمی با نیروهای خیلی خیلی زیادی که اوورده بود اومد اونجا شکست خورد، بعد فوج دوباره پشت فوج دوباره پشت فوج اومد تا آخر شهرک کشته شد در نبرد ریو اردشیر. یعنی تو میبینی تو پیروزی مسلمونا کوچکترین سیستمی نبود. درست. فقط موج انسانی که چون تمومی نداشت یه موقع نیروهای تو تموم میشد کاملا. و شهرام جان، برای که فقط هممیهنان شدت این نبردها رو بدونن و میزان ایستادگی نیاکانشون رو بدونن، ببینید استان فارس، منطقه فارس، شهر شیرازی که اون موقع نبود، مهمترین شهرش که در حقیقت ستون نیرومند دودمان ساسانی بود، شهر استخر. استخر 5 بار شورید و 5 بار مسلمان ها اونجا کلی آدم کشتن و دوباره اینو شوریدن و مسلمان ها رو شکست دادن و اینقدر در استخر کشته شدند که بنابر گفته تاریخ نگاران مسلمان، مردم روستاها میودن استخر رو پر میکردن ساکن میشه و دوباره باز شورش ها و سرانجام استخر از روی نقشه جغرافیا پاک شد. ما امروز در جغرافی منطقه شهری به نام استخر نداریم، اصلا بیشتر همیهنان ما اسمشو نشنیدن. استخر نیویورک جنوب ایران بود دقیقاً. دقیقاً. و شهر دیگر ما شهری داریم به نام گور که شاید دومین یا سومین شهر مهم استان بوده. شهر گور به خاطر شورش‌های پیاپی و ایستادگی زیادش از میان رفت، در حقیقت نسل کشی شد و بعد به فاصله 2-3 فرسنگ از اونجا شهر کنونی فیروزآباد که اون موقع شهر خیلی کوچکتری بود رشد کرد که امروز مرکز قشقایی است. یا شهر دارابگرد که شهر بسیار ثروتمندی بوده، شما از میزان خراج و جزیه که بعداً از دارابگرد میگیرن مسلمان ها میتونید متوجه بشین جمعیت بالایی داشته، در حالی که امروز از این شهر دارابگرد شما فقط شهر داراب باقی مونده، شهر بسیار کوچک و جمع و جوری است در استان فارس، در حالی که اون موقع شاید جزء 10 شهر بزرگ ایران شهر بوده. نگاه کنید سقوط صنعتی و جمعیتی تو مناطقی که مورد حمله مستقیم اسلام بود وحشتناک بود و اینا سقوط کردن به مراتب خیلی خیلی پایین. تو مناطق دوردست‌تر تو خراسان برخی از شهرها تونستن تکامل خوبشون رو ادامه بدن، حتی گسترش پیدا کنن. بعدن به خاطر فراریایی که از جنوب غرب اونجا رفته بود، اون داستانش درازه که بخش بزرگش هم به وسیله تاریخ‌دان اسلام شناس همین فرنگی هم همش اشتباه گفته شده. مثلا آنچه که ریچارد فرای آنالیز میکنه بعدن در مورد مثلا توسعه نسبی برخی از شهرها زمان اسلام، همش پرت و پلاست. توی بخش بزرگش فقط فروپاشی و نابودی بود. یعنی از آمار مالیاتی که شوخی نمیفهمه، یه بار من اشاره کردم به کتاب پیتر کریستنسن، میشه استخراج کرد که 70% پتانسیل‌ها 70% پتانسیل‌ها همون تو 30 سال اول سوخت. درست. و بعدش پایین‌تر و پایین‌تر رفت که از زمان سلجوقی‌ها به حمدالله به زیر 15% سقوط کرد. یعنی به زیر 15% آوتپوت زمان ساسانیا. درست. یعنی 85% سوخته، یعنی زوال مطلق. بله، زوال مطلق. از اونجاست که ایران اسلامی دیگه مستقیم راهشو به سوی جهان سوم داره میره کاملا تا به امروز. حالا به هر حال اینجا بالاخره اینقدر آدم خور آوردن تا اینکه شهرک کشته شد. مرگ عمر ولی یک امکان خیلی بزرگی به تمام مناطق شکست خورده داد که شورش کنن، من جمله هم نه فقط در خوزستان انجام شد، در پارس هم انجام شد که دوباره با نیروهای فراتر و فراتر و فراتر اونا هم شکستن، از بین بردن. همین زنجیره شورش هایی که مثلا در استخر تو نامی بود، یکیش این زمان انجام شده بود. تو یکی از این موارد فقط، تو یکی از این آفنزیف ها 40,000 غیر نظامی رو کشتن مسلمان ها. مسلمان ها به حمد الله
با غیر نظامی ها مثل گوسفند برخورد میکردن. یعنی درست این همین داعشی های خودمون که میتونیم تو لابراتوار نگاه کنیم، البته خب آشکارم هست وقتی که یارو نگاه اون کتابه رو باز میکنه اون تو همش داره خداوندش همش داره شکنجه میده، خب این چه الگویی میخواد یاد بگیره واسه برخورد با افراد؟ مؤخرات دیگه همونه دیگه، اصلا دیگه چاره دیگه یارو نداره، تو مغزش فقط همین افکار میگذرن. فجایعی که توی استان پارس پیاده کردن یه چیز اصلا ناگفتنی بود، راه دیگه هم نداشت چون استان کوتاه نمیومد. درست. یعنی نه فقط موج پشت موج پشت موج آدم خور بفرست تا اینکه اون شوالیای ساسانی رو از بین ببری، شوالیایی که از بین بردن دوزخ اون یکی‌ها تازه آغاز شد. حالا تباریخ اسلامی اینجا همش دروغ، همش تبلیغ، همش سانسور که وای این مسلمونا وقتی قرارداد می‌بستن که دیگه با کسی کاری نداشته باشن از این حرفا. اولا تا بیان اون قرارداد رو بنویسن، چون مردم که بیخود تسلیم نمیشن که، تقریبا به هر دختر بچه یا به هر زنی تو منطقه تجاوز کرده بودن تا اون آخر مرزبان بیاد اون قرارداد بنویسه تسلیم بشه. درست. سر نصف دادیا اونا هم بریده بودن. خب اون قراردادی که میخوان قرارداد اصلا بنویسن ننویسن چه فرق میکنه آخر سرش؟ درست. به وقت قراردادم که مینویسن اینطور نبود که با کسی کاری نداشته باشن، به هیچ وجه اینطوری نیست. تو دیتیلش بعدن بریم، تمام مدت دست اندازی، هر روز تجاوز جنسی، هر روز دست اندازی، کی میخواد جلوشون رو بگیره؟ این مزخرفات که قصاص اسلامی فلان میکردن فلان نمیذاشته، مزخرفات این همش، اینا بعد از پیروزیشون تازه دوزخ آغاز میشد. کاملا. یکی از دلایلی که افراد کانورت میکردن میگرویدن به این دین کریه، این دینی که میدیدن تمام افرادشون رو کشته، آخه آدمی که داوطلبانه به این نمیگرویه که، مگه روانی باشه که ببینه اومده عمل کشته تجاوز کنه بعدم به این بگرویه؟ دلیل گرویدنش این بود که میگفت شاید یه خورده کمتر بزنه بچه‌م تجاوز کنه. شروع وقتا همینطوره. شهرام جان یه دقیقه فرصت داریم، اگر که ممکنه از اشتراک در بیاره. اوکی تمومم شد در حقیقت. آها. ما در حقیقت ما همچنان که گفتم بخش 11 بود، بخش آینده بخش 12 یه اشاره کوتاهی به خراسان و طبرستان خواهیم داشت و همچنین مرگ یزگرد و برخی رخدادها پس از مرگ یزگرد، و بعد میکوشیم با شهرام یک در حقیقت چکیده ای از آنچه که رفت و نه اینکه دوباره باز خوانی کنیم، بلکه بیایم که یه مقداری به اصطلاح بهش جرفتر نگاه کنیم، ببینیم که چه بلایی سرمون اومد و پس از اون احتمال زیاد این سری گفتارها به پایان میرسه و سری گفتارهایی که این شکست های نظامی بعداً چگونه انجامید به شکست در اندیشه، در فرهنگ، در منش، که اون بسیار دردناکتر بوده و تأثیرش خیلی ماندگارتر. همیانانی که برنامه ما رو میبینن از طریق تلویزیون پارس میتوانن اگر خواستن در یوتیوب جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی هم ایرانیان رنسانس یا به فارسی بنویسید نوزایی ایرانی برنامه رو دوباره نگاه کنن، سابسکرایب کنن و به هممیهنان دیگری که علاقه‌مند هستن تو این زمینه بیشتر آگاهی داشته باشن اطلاع بدن تا اونها بتونن پیگیر برنامه ها بشن. اگر خواستید که برای جنبش رنسانس ایرانی همیاری بکنید لطفاً به سایت ما ایمیل بزنین iranianrenaissance.com و حتما دوستان به شما پاسخ لازم رو خواهند داد. شهرام گرامی بسیار سپاسگزارم و بدرود تا فرصت دیگر. بدرود. بدرود همیشه.